در اصل بسیار خوشحال هستیم که شما رو بر روی خط داریم. همیشه آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما خانواده داشتیم. خوشحال میشم که تیتر صحبت های امروز شما رو بدونیم، صحبتاتون رو بشنویم و اگر سوال جواب یا عزیزان داشته باشن بتونیم باهاشون بر روی خط باشیم. خواهش میکنم. امروز طبق روال گذشته من یه مطلبی رو عنوان میخوام بکنم برای توضیح دادنش که توی دادگاه ها زیاد این مسائل مطرح میشه، یه هشدارهای قانونی رو در مورد این قضیه داده باشم. در مورد تیترش میتونیم اینطور عنوان بکنیم: خرید اموال غیر منقول در رهن بانک. خرید اموال غیر منقول در رهن بانک. خواهش میکنم، ما شنونده هستیم. مسئله ای که وجود داره در اینجا، بعضن اشخاص در عرف جامعه خرید و فروش هایی رو انجام میدن که یه سری نکات باید توش رعایت بشه. من در مباحث گذشته نسبت به عقد بی یا همون خرید و فروش یه توضیحاتی رو دادم. امروز از یک زاویه دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم که خیلی ها باهاش درگیر هستن و راهکارهای قانونیش رو میخواییم بررسی بکنیم. اونم اینه که خیلی از مواقع اشخاص یک مغازه یا ملک با کاربری آموزشی، با کاربری تجاری یا مسکونی، هر مدلش فرق نمیکنه، یه ملکی رو خریداری میکنن، بر سر قیمتش به توافق میرسن، تمام اون زوایایی که دفعات قبل ما در موردش بررسی کردیم رو رعایت میکنن، اینکه حتما فروشنده مالکیت داشته باشه یا اگر مالکیت نداشته باشه اجازه فروش از طرف مالک رو تحت عنوان وکالت، وصایت و امثال مثل اینا داشته باشه. از این جهت ها بسیار لازم و ضروری هستش که مطالعه بشه. منتها یه وقت شما ملکی رو میخری که فروشنده قبلاً وام گرفته از بانک، وقتی وام گرفته همون ملکی رو که میخواد به شما بفروشه در رهن بانک قرار داده. بنابراین اینجا مسئله‌ای که به وجود میاد، در واقع شما ملکی رو خریدی، حالا دو وضعیت داره: یا نمیدونستی به عنوان خریدار که فروشنده اینو در رهن بانک قبل از شما قرار داده، نمیدونستی بدهکار بانکیه و متاسفانه بدهیش هم به حالت عقب افتاده و جریمه های دیر کرد و اینا رسیده، تا به جایی رسیده که دیگه الان بانک در صدد صدور اجراییه و دریافت اون ملک هست که اصطلاحا هم بهش میگیم تملک ملک. یا اینکه شما میدونستی و توی قراردادتون عنوان کردین که فروشنده با توجه به اینکه ما متوجه شدیم و میدونیم که این در رهن فلان بانک هست، مکلف شده که این رو در واقع فک رهنش بکنه. فک رهن یعنی آزادسازی ملک از قید رهن بودن بانک. فرض کنید شما ملکی رو میخواید بخرید 1,500,000,000، از این 1,500,000,000 در قبال 300,000,000 در رهن بانک، از بانک استلام میکنن، میگن این وامش عقب افتاده و 300 میلیونش تا الان شده مثلا 650,000,000. خب این ملک خب هنوز 1,500,000,000 میارزه، یعنی 900,000,000 بازم تهش میمونه. طرف میگه اگر شما اون مبلغ رو به من بپردازی، پول استلام هم میگیم ثمن معامله، یعنی پول زمین یا ملک رو به من بپردازی، من میرم این رو به بانک میپردازم و تسویه حساب میکنم، دیگه از قید رهن درش میارم، فک رهن که شد دیگه انتقال میتونم بدم به شما. بنابراین تو فرض دوم شما میدونی، ولی چه راهکارهایی رو باید انجام بدی، بحثش رو میخواییم توی این جلسه مطرح بکنم. فرض اول اینه که شما یه ملکی رو میخری، طرف با وجود این که این ملک رو در رهن بانک قرار داده ولی هیچی به شما نمیگه. شما هم تحقیقاتت ناقص بوده و در واقع از اداره ثبت سوال نکردی، تحقیقات نکردین و بعضن اشکالاتی پیش اومده که اطلاعات سند رهنی این که این ملک در رهن بانک بوده به اداره ثبت منعکس نشده.
شما تو خونت نشستی یک دفعه بانک میاد به شما ابلاغ میکنه که این ملک تحت عنوان مزایده مثلا 3 هفته دیگه وقت مزایده شه، ما ارزیابی کردیم اینجا رو توسط کارشناس رسمی دادگستری 1,200,000,000. بنابراین شما لازمه که هرچه سریعتر اینجا رو تخلیه بکنی. شما مسیح چه خبر نداری، بهت زده به جهت اینکه این ملک اصلا بدهی به کسی نداشت و تمام پول رو هم تسویه کردی با فروشنده، دستت هم دیگه به جای بند نیست، فروشنده هم 7 تا کشور اونورتر هم رفته، دیگه اصلا نمیتونی پیداش بکنی. این چه وضعیتی میتونه ایجاد بکنه برای شما؟ ببینید در یک همچین وضعیتی وقتی که ملک در رهن بوده ولی اطلاعات اون رهن در مبایعه نامه یا فروشنامه شما قید نشده باشه، فرض بر این گرفته میشه که فروشنده قبلی این اطلاعات رو به شما نداده و مخفی کرده. بنابراین شما به راحتی میتونید از این روش شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح بکنید، بگید ملکی رو که ایشون به من فروخته در رهن بانک بوده و به من هیچ اطلاعاتی نداده، در مبایعه‌نامه هم قید نکرده، الان که متوجه شدم میبینم که بانک اجرایی هم کشیده و در صدد تملک ملک هستش، ملک رو میخواد از چنگ من در بیاره، دادگاه این مطالب رو از شما میپذیره و شما شکایت کیفری که کردید میتونید جلب فروشنده رو بگیرید و محکومش بکنید به کلاهبرداری. کلاهبرداری هم همونطوری که میدونید مجازاتش یه مجازات خیلی سنگینی هست، میگه مبلغی که از شما دریافت کرده باید به شما برگردونه که اصلا میگه علاوه از رد اصل مال، بعد میگه معادل مالی که اخذ کرده به صندوق دولت بابت جزای نقدی. اگر ملکو به شما 1,500,000,000 فروخته، 1,500,000,000 باید به شما برگردونه، 1,500,000,000 هم باید به دولت بابت جریمش بده. سنگین ترین جزای نقدی یا جریمه نقدی در پرونده کلاهبرداری و رشوه هستش. مضافم بر این که 1 تا 7 سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق هم براش در نظر گرفته میشه. ولی اینجا شما ضرر کردی به جهت اینکه به هر حال ملک از چنگ شما در اومده و این حکم قانونی سنگین هم که به نفع شما صادر میشه جنبه اجرایی برای شما نداره، چون طرف متواری پولو گرفته و سند و زده و شما هم دیگه دستت بهش بند نیست و این وضعیت بدترین وضعیته که از لحاظ قانون شما یه حقی رو داشته باشین ولی نمیتونید اجراش بکنید. حالا یه موقع طرف در دسترس جلبش میکنید میندازید زندان و شاید بیاد تو همونجا رضایت شما رو به هر نحوی که هست جلب بکنه، ولی در فرضی که ما میگیم طرف نباشه دیگه واقعا وضعیت سنگینی به وجود میاره. اما خب بانک به حق و حقوق خودش میرسه و شما دیگه در واقع ملک از چنگ در اومده. تو یه همچین مواقعی وقتی که راهکار اجرایی وجود نداره، تقاضامون اینه که از همون روز اول زمانی که میخواین یه ملکی رو بخرید بسیار بسیار ظرافت به خرج بدید، دقت بکنید که گرفتار یه همچین مسائلی نشید. اما در فرض دومش شما میدونی که این ملک در رهنه، یعنی فروشنده میاد به شما اعلام میکنه خانم آقا این ملک رو میخوای از من بخری، همین مثالی که زدیم، حالا عدداش همش مثالی، حالا دقیقا اصرار نداریم این باشه، مثلا این ملک 1,500,000,000 میارزه، من 3 سال پیش یه وام گرفتم 300,000,000 و ندادم، الان با جریمه هاش رفتم استلام گرفتم 500-600,000,000 میگه بدهی داره. شما اولین اقدامی که میکنید اینه که سریعا به بانکی که این ملک رو در رهن خودش نگه داشته باید مراجعه بکنید
و کتباً نامه بنویسید با توجه به این که من خریدار این ملک هستم، اولا اجازه فروش رو به من میدید. ببینید این خیلی مهمه، به دلیل اینکه بانک از لحاظ قانونی اصطلاحا بهش میگن مرتهن، یعنی در رهن گیرنده. اون بدهکار که الان فروشنده شماست اسمش میشه راهن، یعنی رهن دهنده. بنابراین مرتهن باید اجازه بده که راهن ملکشو به دیگری بفروشه، در غیر این صورت ملک در چنگ و در قبض مرتهنه. اگر اجازه اونو نگیری، معامله شما یک معامله غیر نافذ تلقی میشه و بانک میتونه به استناد همین قضیه که اجازهش گرفته نشده معامله شما رو ابطال بکنه. بعد اون موقع شما ضربه بدی میخوریم، میگین که خب ما میدونستیم در رهن دیگه، الان چرا باید ابطال بشه؟ همین نکته رو رعایت نکرد. این خیلی نکته ریزیه ها. یه توضیح خیلی کوتاهی هم در مورد غیر نافذ من بدم. وقتی یک قراردادی تنظیم میشه سه وضعیت به وجود میاره: حالت اول نافذ و دارای اثر قانونی، حالت دوم غیر نافذ، یعنی نه صحیحه و نه باطله، یا حالت برزخه. اگر اون شخصی که دارای حق هست این معامله رو تنفیذش بکنه، یعنی دارای اثر بخشی قانونی بکنه، معامله از حالت برزخ که همون غیر نافذه در میاد تبدیل به صحیح میشه. اگر اجازه نده اون معامله از حالت برزخ در میاد و به جهنم میره، یعنی باطل میشه. و معمولا بانک ها وقتی که بدون اجازهشون یه همچین اقدامی انجام میشه معامله غیر نافذ رو تایید نمی کنن که ابطال بشه و دادخواست ابطال علیه شما میدن، اون وقت مباینمتون ابطال میشه. پس این نکته اول، زمانی که دونستین این ملک در رهنه، اولین اقدام مراجعه به بانک و درخواست کتبی و اخذ، یعنی گرفتن اجازه قانونی از بانک مرتهن هستش. مسئله دوم این که مبلغ بدهی پرسیده بشه. همینجوری به فروشنده نباید شما نگاه بکنید بگید اینها این طبق سند رهنی، اصلا تصویرش رو هم من دارم، این سند رهنی 300 میلیون من وام گرفتم. کاری نداریم به اینکه چقدر وام گرفته شده، الان بانک چقدر از شما طلب کاره. شاید شما داریم میگه 500 میلیون، بعد شما میگه خیلی خب پس من 1 میلیاردشو میدم، 500شو در وجه بانک میریزم به جای اینکه به شما بدم. میری بانک میگه نه 840 میلیونه دیگه، حالا اون 1 میلیارد رو دادی 340 میلیون باید اضافه تر بدی، یعنی ملکی که میتونی با 1 میلیارد 500 بخری حالا باید با 1 میلیارد 840 بخری، 340 میلیون اضافه دادی، حالا شما بود و فروشنده بود. و پس دقیقاً کتباً از بانک تو قسمت دوم باید سوال بشه که بدهی این پلاک ثبتی به شما چقدر هست و تا امروز که داریم معامله میکنیم چه میزان هست، ضمن این که خسارت روز شمارش چقدره. مثلا امروز 10/11/1396 شما این معامله رو انجام میدی و توافق میکنید که 2 ماه بعد مثلا فرض کن 17/1/97 تو دفترخونه حاضر بشید که دیگه سند انتقال بده کنه. خب شما امروز از من بانک پرسیدی گفتم 840 تا، 17/1 میشه مثلا فرض 910 میلیون، چون روز شمار داره خسارت میاد دیگه. اون جدول مانده بدهی باید دقیقا پرسیده بشه که شما بدونید چه میزان از مبلغ ثمن معامله باید کم بکنی، الباقیشو به فروشنده بدی. این نکات نکات بسیار مهمی بود. اما در واقع یک مسئله دیگه، یک نکته دیگه هم که اینجا لازمه گفته بشه و اونم اینه که همه این اقدامات صورت میگیره، باز یه مسئله دیگه به وجود میاد، یعنی شرایطی پیش میاد برای بعضی از اشخاص که اولا میدونن این ملک در رهن بانک، دوم از این که میدونن در قبال چه مبلغی و روز شمار چقدر خسارت داره، سوم از این که از بانک هم اجازه شو کتمن دریافت کردن.
اما روزی که برای محضر تعیین میشه میخوان الباقی ثمن معامله رو بپردازن، فروشنده تو دفترخونه حاضر نمیشه که مفاسا حساب مالیاتیشو و مدارک شهرداری و غیر و ذالک رو بده که آماده انتقال به نام شما باشه. وقتی یه همچین اتفاقی افتاد، شما از دفترخونه مکلف هستین در اون روزی که حاضر شدین و چک رو آماده کردین بابت مانده آخر مبلغی که باید بهش بدین، ولی فروشنده حاضر نمیشه، باید از دفترخونه گواهی عدم حضور بگیرین. گواهی عدم حضور رو گرفتین، به استناد این قضیه طرح دعوا بکنید. چون اجازه رو از بانک گرفتید، باز یه سری ها اینجا اشتباه میکنن. دعوایی که مطرح میکنن فقط به طرفیت فروشنده مطرح میکنن. این در حالیه که فروشنده تنها خوانده دعوای شما نیست، بانک مرتهن هم باید خوانده ردیف دوی شما قرار بگیره. بنابراین شما همزمان در یک دادخواست میتونید علیه دو نفر، یعنی میتونید نه، باید علیه دو نفر طرح دعوا بکنید، هم فروشنده و هم بانک مرتهن، چون اجازهشو داده دیگه نمیتونه از این اجازه صرف نظر بکنه و بگه من فک رهن میکنم. در این حال شما حالا یه شانسی که دارید، ثمن معامله یه مقدارش مونده اندازه اون مبلغی که در رهنه، شما طرح دعوا میکنید به طرفیت هر جفتشون. ابتدا الزام به فک رهن به طرفیت بانک و سپس الزام به تنظیم سند رسمی به نام خودتون. وقت دادگاه مبلغ رهن رو سوال میکنه، ثمن معامله رو هم نگاه میکنه، میبینه اندازه مبلغ رهن ثمن معامله مونده، شما رو مکلف میکنه اون مابقی ثمن معامله رو به جای اینکه به فروشنده بدید در وجه بانک بریزید و بانک رو مکلف میکنه به فک رهن، فروشنده رو هم مکلف میکنه بعدش به انتقال سند رسمی به نام شما. هر کدوم از این مراحلی رو که من دارم میگم، بیش از هزاران پرونده در مورد هر نکتهش به وجود اومده و اینها شده تجربه که من در اختیار شما میذارم انشاءالله که رعایت بکنید. من فعلا مطلبی رو ندارم، برای جلسه آینده حالتی رو میخوام توضیح بدم که شما خرید و فروش نکردی، مستأجر هستی، 100 میلیون 200 میلیون ودیعه دادی، اصلا هم اطلاع نداری، این مک در رهن یک دفعه صابخونه میذاره میره بانک، میاد اینجا رو میخواد مزایده بذاره. تکلیف شما مستأجر چیه؟ 200 میلیون 500 میلیونی که بابت رهن این خونه دادی از کی باید بگیری؟ اونم تو شرایط بعد. دقیقاً، سوال بسیار جالبی. خب من فکر میکنم که یه دو تا از دوستان ما در مابین صحبت‌های شما چون زنگ زدن، احتمالاً جواب سوالشون رو در طول صحبت‌های شما گرفتن، ولی اگر اجازه بدید من این سوالا رو بپرسم. میگن زمانی که بانک به حراج بذاره و بخواد بفروشه، آیا مالک، آیا ملک ممنوع معامله میشه؟ به همین دفاتر دفترخانه ها و اینا گزارش داده میشه؟ بله، ملک وقتی که سندش در رهن میره، دفترخانه مکلفه که یک نسخهش رو ارسال بکنه به اداره ثبت. وقتی به اداره ثبت مراجعه میشه، عنوان میکنه که این ملک متعلق به آقا یا خانم فلانه که در این تاریخ به نامه شده، ضمناً طبق سند رهنی شماره فلان در رهن فلان بانکه. اما گاهن پیش میاد که این اطلاعات در اداره ثبت محفوظ نبوده. ما با داریم شرایطی رو صحبت میکنیم که شما خودت باید زانوات رو محکم و استوار بکنی، کفش آهنی بپوشی و خودت بری دنبالش. خیلی اتوماتیکوار فکر نکنی همه چیز اتوماتیک انجام میشه، بعضا این اشتباهات هم پیش اومده. اوکی، پس اینجوری هستش. بعد دوست دوم سوال کردم، معمولا وقتی که روی یه خونه وام گرفته میشه، دیگه اون خونه در گروه بانک و اجازه فروش نداره، این درسته؟ اجازه فروش نداره، ولی
اگر از بانک تقاضا بکنی و اجازه اون بده، دیگه در واقع اون قفلش باز میشه، چون تا زمانی اجازه فروش نداره که بانک اجازه نداده. معمولا بانک ها اجازه میدن به خاطر اینکه بانک ملک به دردش نمیخوره، وچه نقد به دردش میخوره. شما وقتی که به عنوان خریدار داری قبول میکنی که فرض کن بدهی این طرف 400 میلیون با خسارتش شده 700 میلیون نقد میدی، برای بانک نقد بهتره تا اینکه یه ملکی رو بذاره تو مزایده و داستانهای اونطوری رو بخواد طی بکنه. معمولا اجازه میدن. بعد دوست بعدمون دوباره سوال کرد آیا دفترخانه ها نباید از سلامت معامله با خبر باشن؟ یعنی برای خودشون دفترخونه ها اول چک بکنن که این در راه نباشه، نه من اینجا نباشه، همه چیش آماده است. هیچ وظیفه‌ای دفترخونه نداره، خیلی راحت. فقط به شما 4 تا استلام میده، یه دونه از دارایی، یه دونه شهرداری، یه دونه ثبت، یه دونه هم تامین اجتماعی. شما خودت باید بری دنبالش. اوکی، پس به هنوز به اون صورت نیست. خب دوستان عزیز، فراموش نکنید که شماره تلفن های 2398 و 98343 در خدمت شماست که میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنیم. دوستی میگن گفته من امیدوارم که این اس ام اس رو درست بخونم. میگن که آیا خروج پول از بانک ها صحت، آیا بانک میتواند بگوید پول نمیدهیم؟ من منظورشون چیه؟ میگن مثلا اگه الان آدم بخواد بره از بانک پول بگیره و پولاشو از بانک بکشه بیرون، حالا بانک میتونه بگه من نه پول بهت نمیدم؟ نه، این من فکر میکنم حدس بزنم سوالیشون چیه. ببینید، با توجه به شرایطی که امروز به وجود اومده، یک سری از مؤسسات مالی اعتباری با توجه به اینکه مجوز نداشتن یا ورشکست شدن و توانایی پرداخت وچی رو که مردم توش گذاشتن ندارن، این فکر میکنم در راستای اون سوال باشه که آیا ما مثلا بریم اینجور مؤسسات و بگیم پول ما رو بده، من 200 میلیون مثلا فرضون تو مؤسسه فلان ثبت نام گذاشتم، سود حالا 24% 28% هرچی گرفتم، ولی الان اصلا میخوام اصل پولمو بگیرم، آیا تو میتونی بگی نمیدم؟ اینجا بحثشون در مورد اینه، چون بانک ها در واقع دچار این مشکل نشدن. شما در هر بانکی هر چقدر سپرده سرمایه گذاری داشته باشی، میتونی یک جا تقاضا بکنی که اصلا برداشته بشه. بانک ها مشکل ندارن، این مؤسسات اونم نه همشون، اون تعدادی که به هر حال همه ماها دیگه اسمشون میدونیم کدومه دچار اون ورشکستگی و عدم مجوز و این چیزا بودن. من آدم خبرها و اینا رو که گوش میکنه و بعض وقتا که بازار قاعدتا به خاطر تحولاتی که میشه بالا و پایین داره، مردم یا شروع میکنن ارز خریدن یا شروع میکنن طلا خریدن، یا جورایی دوست دارن پولاشون امتر باشه. مثلا آیا این مسئله در مورد بانک ها هم وجود داره که اگه مثلا مردم احساس خطر بکنن که آقا پول من الان تو بانک، مثلا فرضاً بانک ملی مثلا الان امن نیست، میتونه بره هر چه همه پولاشو در بیاره؟ میتونه مثلا بگه من 200 میلیون پول دارم، برم بردم به بانک بگه آقا من پولامو میخوام، میدن بهش؟ بله، چون بانک ها دوچار این مشکلات نشدن. اولا از اینکه بانک ها معمولا قوی تر از مؤسسات هستن، یک. دوم از اینکه تحت پوشش بانک مرکزی هستن، این دو. و سوم از اینکه به این شکل نیستش که مردم شک کرده باشن. مثلا فرض کن به بانک ملی یه دفعه همه هجوم بیارن بگن پولامونو میخوایم، نه اینکه این بانک ضعیف باشه و توان پرداخت پول تو رو نداشته باشه. وقتی همه با هم دیگه پول تو میخواین، خب هر شرکتی رو شما در نظر، همین اصلا دفتر منو در نظر بگیر، 1000 تا پرونده، هر کس بالاخره یه مبلغ رو حق الوکاله داده، همه با هم بیان پس بگیرن، آیا من میتونم این همه عقول بکنه رو بدم؟ درسته. اصلا ورشکست نیستم، ولی یه دفعه هجوم میاری خب میمونم توش. به هر حال مقداری از این مبالغی که از مردم گرفته شده صرف سرمایه گذاری، وام به شرکت ها، ایناش همش تو صندوق بانک نیستش که. اوکی، بسیار عالی. ما شنونده ای بر روی 2398 داریم. جانم درود بر شما، بفهمید ای سوالی از آقای کاکاوند دارید. بفهمید سلام علیکم، وقتتون بخیر. من یه سوال داشتم، یکی از دوستانم الان به اس ام اس داد به من گفت سوال کنیم از آقای کاکاوند. این داره پول اسمش بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی میده تو ایران، بعد خواست ببینه جریانش چطوره، چند سال باید پول بده که بعد بازنشستگی بهش بدن؟ الان در حدود 46 سالته.
ببینید بر طبق مرد هستش یا زن؟ مرد. آها. ببینید برای آقایون سن قانونی بازنشستگی 60 ساله. منتها 30 سال رو باید پر کرده باشن. اگر به 60 هم نرسیده باشه در اون صورت میتونه بازنشست بشه. فرض کنید یک شخصی تو سن قانونی 18 ساله تمام که شخص کبیر میشه، بعدش باید بره سربازی، 2 سال میره سربازی، بعد از 2 سال 20 سالگی اصلا تمایل به درس خوندن نداره، با همون مدرک دیپلم میره مثلا فرض کنید یکی از ادارات استخدام میشه، بعد 30 سال ایشون میشه 50 ساله. آقای کاکا ایشون داره پول شخصی میده به تامین شما، یه بیمه های شخصی هست میدونم، خیش فرما. بله بیمه تامین اجتماعی نمیدونم کدومه دیگه. آره بیمه خیش فرما، در واقع شما خودت رو بیمه میکنی نزد چیز کارفرمایی نداری که اون مکلف بشه ماه به ماه بیمه شما رو بپردازه، فرق نمیکنه نوع بیمهش، شما به هر حال داری یه بیمه رو میپردازی. ولی تو همین مثال اگر این شخص 50 سالش بشه، درسته 10 سال مونده که به سن قانونی 60 برسه، ولی از این ور 30 سالش پر شده، یا از این ور باید 30 سالت پر بشه یا از اون ور باید 60 سالت پر بشه. طرف مثلا 35 سالگی سابقه بیمه داره، تا 60 سالگی میشه 25 سال، این در واقع 5 سال کمه از 30 سال، ولی به سن 60 از اون ور رسیده. باید این آقا دقیقا بدونیم که چند ساله داره بیمه میپردازه. گفت 2 ساله الان داره بیمه میپردازه. پس اگر 2 ساله میپردازه الان 44 سالشه 16 ساله دیگه باید بپردازه، بعد با 18 روز حقوق بازنشست میشه. آها. چون جمعه میشه 18 سال. درسته. ممنون الله. خواهش میکنم عزیزم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب من یه اسمس دیگه گرفتم و ایشون نوشتن اگر مادری بچه را به ایران ببرد چه می شود؟ من فکر میکنم میتونه بیاره خانوادهش ببینه خوشحال میشن. سوال چیه؟ من فکر میکنم، پس بذاری من حدس بزنم. من فکر میکنم اگر که در سوئد یه نفر، یک مردی حضانت بچه رو داشته باشه و این بچه رو مادر بدون اجازه پدر که حضانت بچه رو داره ببره ایران، چه اتفاقی میفته؟ مادر در اونجا حضانت بچه رو خواهد داشت؟ در ایران من سوال وقتی بازم. که شما پا میذاری در واقع اون قانون ایران حاکمه. قانون ایران هم برای حضانت بچه ها سن و سالی رو رعایت کرده، میگه فرزند فرق نداره پسر باشه یا دختر، تا 7 سالگی حضانتش با مادره، اما از 7 سالگی به بعد اگر فرزند شما پسر باشه تا 15 سالگی با پدره، اگر دختر باشه تا 9 سالگی با پدره. اون وقت دختر 9 سال به بالا و پسر 15 سال به بالا دیگه حضانت نداره، خودش میتونه تعیین بکنه پیش پدر باشه یا پیش مادر. بنابراین این سوال یعنی فقط کافیه بازتر. که یعنی فقط کافیه در دادگاه رئیس دادگاه از دختر سوال کنه که اگه میخوای پیش بابا باشی یا مامان، بگی من مثلا پیش بابا، تمومه دیگه. تمومه. اوکی بسیار. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام آقای نوید. خواهش می‌کنم عزیزم بفهمید با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. آقای کاکاوند. خواهش می‌کنم. سلام علیکم. خسته نباشید آقای کاکاوند. ممنونم، متشکرم. ببخشید من بیمه تامین اجتماعی بودم چند سال قبل از اینکه بیام. شاید 12 سال می‌شد. ولی بیمه من 30% رو من می‌دادم، بقیه‌اش رو اداری ارشاد می‌داد. در واقع من عضو انجمن نویسندگان بودم، بخشی از بیمه من رو اونا پرداخت می‌کردن به تامین اجتماعی. اینا تصمیمی گرفتن و مصوبه ای اومد که مثلا اداره ارشاد یه قسمتی درست کرد به نام مثلا خانه کتاب یا حمایت از نویسندگان. این تغییر کرد، خب مسئول عوض شد. حالا اینا به من گفتن که شما باید اینجا باشیم، ما دوباره شما رو بفرستیم پیش دکتر امین و قرارداد چون عوض شده این قرارداد باطله. به من که خب چون فرصت نداشتم برم اون دوره، بیمه من باطل شد. الان من چجوری میتونم بیمه رو دوباره فعال کنم؟ چون 2-3 سال تقریبا از این قضیه از بین رفته و خیلی برای من لطمه. خب ببینید، شما قراردادتون باطل نشده، باطل اصلا در حقوق تعریف دیگه ای داره.
مدت قرارداد شما تموم شده، چون الان دیگه مثل زمان قدیم نیست. ما تقریبا از سال 70 به این ور استخدام رسمی به اون معنایی که تو دهه 60 و 50 و اینا بود نداریم. استخدام ها اکثرا شده قراردادی، روزمزد و پیمانی. استخدام نوع شما قراردادی بوده، قراردادش هم یک مدتی داره، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، هرچی. بعد از اون مدت که قرارداد تموم شده، شما مکلف بودید خودتون رو با سازمان وفق بدید و شرایطی رو که برای شما گذاشتن اون رو لحاظ میکردید. حالا آموزشی بوده، هرچی که بوده، نه که مجددن با شما قرارداد مینوشتن. ما مستقل بودیم با مثل خیش فرما. ما موظفیم که هر در واقع 2 سال یک کتاب برمان نویسنده یک کتاب بدیم بیرون. این خب. انجام شد، این فعالیت بود تا زمانی که من اومدم. وقتی اومدم اینا تصمیم گرفتن یه تغییر تحولات تو خود سیستم اداره ارشاد بدن. چون خب نه، شما خیش فرما نبودی. ببین شما خودت داری میگی 30% بیمم و من میپرداختم. دوست عزیز معذرت میخوام اگه با هم دیگه صحبت کنی، نه شما حرف ایشون من، نه ایشون، چون از طریق میکسر میره. بله میخوام من تلفن رو قطع کنم که کاکوان از رادیو گوش کنیم بهتر. نه 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 نه، شما الان اون چیزی که داشتین میگفتین، چون یه چیزی رو داشتین تکرار میکردین، آقای کاکوان داشت صحبت میکرد، بگین الان اون همینی که آخرین چیزی که داشتین میگفتین. ببینیم، من در واقع موظف بودم هر 2 سال یه بار یه کتاب چاپ کنم. خب این که بیمه من باقی بمونه، یعنی فعال باشم، خب این انجام میشه تا زمانی که من اومدم. بعدی که اومدم تغییر و تحولی تو خود سیستم اداره ارشاد میشه، میگن حالا این مسئول این قسمت عوض شد، یه قسمتی دیگه ما میذاریم. چون مسئول عوض شد، امضاها عوض شد، تمام این سیستم تغییر کرد و در واقع این قراردادها باید تمدید میشد. بعد چون من اونجا نبودم که تمدید کنم، این اتوماتیک باطل شده بود. بعد که زنگ زدم گفتن نه باطل شده، شما قبل از گذشت تاریخ باید اینجا می بودین که دکتر امین نرید، ولی الان باید اینجا باشی، به دکتر امین گواهی تو رو بده، بعد ما دوباره اکتیوش کنیم این رو. و این خیلی مسئله شد، یه 3 سال من ازش گذشته که اصلا بیمه من قطع شده دیگه. آها، خب این دکتر امین قراره چیکار بکنه؟ معاینه بدنی فقط بکنه؟ بله، به خاطر که مثلا حالا بیماری‌های خاصی نداشته باشم، نوار قلب میگیرن، نوار مغز میگیرن، راه رفتن و چکاپ میکنن که این فرد سالمه و میخواد دوباره بیمش ادامه پیدا کنه. در حالی که من سعی سالم بودم و این اصلا داشت روتین، من 6 ماه 6 ماه اینو پرداخت میکردم. هر 6 ماه قراردادم با تامین شما این بود که من 6 ماه به 6 ماه پول پرداخت میکنم. وکالت هم داده بودم به پدرم، این کارا رو انجام میداد. ببین الان خودتون دارید میگید دیگه 6 ماه به 6 ماه، پس یعنی قرارداد شما 6 ماهه بوده. برای تمدید قرارداد یک شرایطی به وجود اومده، هرچی، مشاوره، نمیدونم مراجعه به پزشک، اصلا هر کاری، یک کاری رو قرار بوده انجام بدید، اون کار انجام نشده، منجر به تمدید مجدد نشده. اوکی، خیلی ممنون، خواهش ممنون، لطف کردیم، قربان شما. به این دلیله که مال شما ادامه پیدا نکرده. این میمونه که مثلا مالک بیاد بگه آقا شما تمدید قرارداد اجارتون منوط به اینه که مثلا 20 میلیون بذاری روی ودیعت، و شما وقتی نذاری اتوماتیک بار قرارداد منفسخ میشه دیگه. آقای کارمند یه سوالی عزیزی کردن، اینقدر کوتاهه ولی من فکر کنم یه 3 جلسه جواب میخواد. ولی ایشون گفتن که اگه من میخوام برن در ایران یه آپارتمانی بخرن، چه چیزایی در نظر بگیرم که سرم کلا نره؟ میشه سریع خب دیگه. من خیلی البته کوتاه میتونم بگم که این فایل های صوتی قبلی رو که گوش بدن کامل دیگه براشون توضیح داده شده، ولی ملوث خیلی مختصروار و تیتروار بگم، یکیش همین بحثی که امروز مطرح کردیم، حتما استعلام بشه از اداره ثبت، از دارایی، از شهرداری، از بیمه. استعلام از ثبت درسته، دارایی، شهرداری، دیگه چی؟ و بیمه تامین اجتماعی. و بیمه تامین اجتماعی، بسیار عالی. یعنی اینا رو چک بکنن یه ذره جوری وضع خوبه دیگه، آدم میتونه اطمینان شو کرد دیگه، درسته؟
بله، بعدش هم حتما استعلام بشه که آیا این شخصی که میخواد فروشنده هست آیا مالک یا از طرف مالک وکالت داره. اگر وکالت داره به اون دفترخونه‌ای که وکالت تنظیم شده مراجعه بشه و ببینیم آیا این وکالت باطل شده، عزل شده، فسخ شده یا به قوت خودش باقیه. این بازه که دیگه از مطالب که حتما باید رعایت بشه. اوکی، بسیار نیکو. 2398 درود بر شما، بفهمید باجان کاکاوند عزیز بر روی خط هستید. درود بر شما آقا نوید و آقا کاکاوند. من دو تا سوال دارم. یک اینکه وقتی دادگاه حکمی را صادر میکنه معمولا 20 روز و شنیدم وقتی که حکم قیابی باشه 42 روز فرصت برای اعتراض هست. آیا وقتی که این مدت تموم میشه طبق قانون طرف میتونه یکی از طرف دوباره اعتراض بده بعد از وقت مهلت قانونی که تموم میشه؟ یک سوال دوم هم این که وقتی که من یا هر کسی میخواد شکایتی رو انجام بده طبق قانون میگن مثلا حالا بسته به نوع شکایتش یه 10% 20% باید به حساب دولت بریزن و بعد دادخواستشون رو ارائه بدن و بقیه مدارکی که میخوان. حالا اگر طرف من به طور مثال بیام به دادگاه ثابت بکنم و دادگاه قبول بکنه که من ندارم این پول رو الان بدم و دادگاه قبول بکنه و شکایت من رو قبول بکنه، طرف مقابل من میتونه بیاد اعتراض بزنه که من چرا پول ند، چرا این پول رو دادم یا ندادم؟ از رادیو گوش میکنم، مرسی. خواهش میکنم، پیروز باشید. خب خب در مورد قسمت اول سوال، بله میتونه اعتراض بکنه، به دلیل اینکه زمانی که شما یک پرونده‌ای رو علیه شخصی تشکیل میدید باید آدرس اون طرف رو داشته باشید که این دعوای شما به اون ابلاغ بشه و مطلع باشه که در فلان دادگاه فلان شعبه تحت این شماره کلاسه در فلان روز وقت رسیدگیه که بتونه بیاد از خودش دفاع بکنه. اما گاهن پیش میاد که شما آدرس طرف رو داری ولی طرف یه مدتی از اونجا نقل مکان کرده و مکان جدیدش رو نمیشناسی، که در این صورت وظیفه داری یک آدرس دیگه بدی. اگر هیچ آدرس دیگه‌ای نداشته باشی میتونی از طریق نشر آگهی تقاضا بکنید که وقت رسیدگی یک نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ بشه. اما اگر طرفت مطلع نشد، شما تو جلسه دادگاه اومدی و تونستی دادگاه رو قانع بکنی که در مورد فلان موضوع حق با شماست، در اون صورت دادگاه رأی میده در غیاب اون، اونو محکومش میکنه. از زمانی که حکم صادر میشه همونطوری که گفتید 20 روز از شما، البته نه اینکه از تاریخ صدور حکم، اون رأی رو هم مثل جلسه دادرسی باید نشر آگهی بکنید. از تاریخی که در روزنامه انتشار پیدا میکنه 20 روز فرصت واخواهی داره که میشه اعتراض به حکم قیابی، و بعد از انقضای اون 20 روز تموم شدن اون مهلت 20 روز هم فرصت تجدیدنظرخواهی داره که جمعاً میشه 40 روز. روز اول و آخرش هم حساب نمیکنن که جمعاً 42 روز میشه. روز 43 شما میتونی تقاضای صدور اجرایی بکنی، ولی این مانع از این نیستش که اگر روزی اون شخصی که شما طرح دعوا ازش کردی و مطلع نبوده از دادرسی و این روزنامه هم یه ابلاغ فرضیه، یعنی داریم فرض میگیریم چون تو روزنامه کثیرالانتشار چاپ شده حتما فلانی این رو مطالعه کرده و دیده، ولی این یک ابلاغ فرضیه، ابلاغ واقعی نیست. بنابراین هر تاریخی شما حتی پرونده رو تو اجرای احکام تشکیل داده باشی یا اصلا قطعیت پیدا کرده باشه و ملک یا مالی باشه که شما اصلا به نام خودت کرده باشی، میتونه بیاد اعتراض بکنه و دادرسی از ابتدا برای شروع میشه، چون زمانی که حضور پیدا میکنه با ارائه کارت شناسایی میتونه اعلام بکنه که آقا من همون خوانده ای هستم که طرح دعوا از من شده و تا امروز من اصلا مطلع نبودم، 5 سالم اصلا از حکم گذشته. این یه قسمت. مسئله دوم اون قسمتی که میگن 10 یا 20% باید واریز بشه، اون در واقع 10 یا 20% نیست، 3.5% از مبلغی که شما مطالبه میکنید. اگر خواسته شما مالی باشه، مثلا بگی من 100 میلیون از فلانی میخوام،
برای این 100 میلیون شما 3.5% رو تمر دادرسی باطل بکنی. حالا اگر نداشته باشی شما میتونی تقاضای اعصار بدین، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، یعنی موقتا دادگاه شما رو معاف بکنه. اما طرف مقابل هم حق داره که بیاد ایراد بکنه، بگه شما دادرسی فریبکارانه ای انجام دادی، من میدونم که شما فلانجا حساب بانکی داری یا فلانجا طلا فروشی داری، ولی الکی دو تا شاهد آوردی گفتی من مسافرکش هستم و پولی ندارم یا بازنشسته هستم، ماهی مثلا 1,000,000 تومان دارم حقوق میگیرم، 3 تام زن و بچه و این چیزا دارم. در اون صورت طرف میتونه بیاد بگه آقا این دروغ گفته و پول رو نداده، اون وقت دادگاه میپذیره و شما رو محکوم میکنه به پرداخت 3 برابر هزینه دادرسی که باید میپرداختی به خاطر این دروغگوییت. ولی من یه قسمت آخرم توضیح بدم، اون 10 یا 20% داری که شما دارید میگید، اون بحث دیگه ای هست تحت عنوان خسارات احتمالی که شما میخواین یک مالی رو توقیف بکنید ولی در واقع باید یه مبلغی رو به حساب دادگستری بریزید که دادگاه قبل از اینکه اصلا کشف بکنه شما حاکم هستید یا محکوم، اول اجازه توقیف اموال دیگری رو به شما بده. ولی اون مبلغی رو که می‌ریزید به صندوق دادگستری اگر محکوم شدید و دعواتون رد شد، اون خوانده شما که بی خود و بی جهت شما اموالش رو توقیف کردی، خساراتش رو میتونه از محل همین سپرده شما برداره. ولی اگر حاکم شدید تو دعوا و ثابت کردید که محق هستید برای این قضیه، ضمن اینکه طرفتون رو محکوم می‌کنه، به شما اجازه میده که اون پولی هم که ریختی بودی به صندوق دادگستری اون رو برداشت کنی برگردونی. بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. من فقط یه سوال سریع بکنم، این علائم آرمای تجاری که در خارج از کشور ثبت میشن، آیا در ایران هم اعتبار دارن؟ یعنی اگه مثلا فرضاً مارک مکدونالد که در آمریکا ثبت شده، آیا در ایران کسی میتونه بره یه فروشگاهی بزنه اسمش بزنه مکدونالد؟ حالا خارج خب از اون چیزای ناراحتی، حالا مثلا مکدونالد، ایکیا، همین آیکیایی که ما در سوئد داریم. درسته، نه این علائم باید در ایران هم به ثبت برسه حتما و حقوق و مالکیت فکری و معنویش در اداره ثبت علائم و اختراعات هم باید مجوز بگیره در ایران. در غیر این صورت شما اگر توی ایران استفاده غیر مجاز بکنی ازش و اینو ثبت نکرده باشی، اون شخصی که در واقع صاحب این علامت و تجارت هست میتونه از شما شکایت بکنه، ولی نه در ایران، به خاطر اینکه شما در ایران استفاده کردی در حالی که ایشون مالکیت معنوی خودش رو مثلا در آلمان به ثبت رسونده. درسته، درسته. اوکی. من بسیار بسیار سپاسگزارم از شما، آرزو موفقیت میکنم، روز و روزگار خوشی رو در پیش داشته باشید و بتونیم هفته آینده هم در کنار شما باشیم. مثل یه تلفن دیگه. آره، هم داشتی دیگه زنگ زد. درست دقیقه. جانم درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام قربان، خواهش میکنم. صدای شما بر روی خط هست، بفرمایید. خیلی ممنون آقا نوید. آقا نوید میخواستم سوال کنم. بله بفرمایید. بله میخواستم سوال کنم از دوست عزیزمون که مثلا یه فردی رو به هر دلیلی یا تو ایران ازش شکایت میکنن، اصلا طرف اونجا هم نیست، برای خودشون دادگاه یه ممنوع الخروج هم میزنه، بعد طرف اصلا خارج کشوره، بعد این ممنوع الخروجی چند وقت مثلا اونجا اعتبار داره؟ من بگم آقای کاکا، من بگم من اینو یاد گرفتم از آقای کاکا، من یه درست رو بگم. آقای کاکا مثلا، آقای کاکا صداتون بسته بود، اگه من یادم باشه از صحبت‌های شما 6 ماه بود، درسته؟ ما باریکلا 6 ماه یه بار باید اون کسی که شما رو ممنوع خروج کرده باید تقاضای مجدد بفرسته، درسته آقای کاکا؟ من تمدیدش بکنه اصطلاحا، تمدیدش بکنه، ولی رفعه، ولی اگه نره تمدید بکنه هیچ کاری نمیشه، یعنی هیچ موردی نیست. البته یه مسئله‌ای که اینجا وجود داره اونم اینه که اون شخصی که تقاضای ممنوع خروج کرده ممنوع خروجی میمونه با وجود اینکه 6 ماهش رد شده، ولی اتوماتیک بار رفع ممنوع خروجی برداشته نمیشه، مگر اینکه شخصی که تقاضای ممنوع خروجی علیه شده مثلا یه بدهکاری چیزی هست بیاد خودش از همون مرجعی که ممنوع خروجش کردن تقاضا بکنه آقا چون 6 ماه رد شده و شاکی من اینو
رفع ممنوع خروجی نکره، شما تقاضا میکنم که دستور بدی به اداره گذرنامه رفع ممنوع خروجی ما رو بزنن. پس همچنان ایشون ممنوع خروج میمونه اگر که اون چیزی که شما میگی نباشه. دوست... ضعف سیستمه دیگه. بله دوست عزیز، پس خیلی هم بله، مرسی، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خب سپاسگزارم از شما قربان، آرزوی موفقیت دارم و روز و روزگار بسیار خوش تا هفته آینده. خیلی ممنونم، موفق باشید، پیروز باشین جناب کاکاوندزی، پیروز باشید. دوستان عزیز توجه داشتون که آقای کاکاوند سایتی دارن به نام عدالت9.com که بسیاری از خبرها و قوانین ایران در اونجا نوشته شده، آپدیت میشه، و در تلگرام هم عدالت نو وجود داره که میتونید که عضو ایشون بشید. بسیار سپاسگزارم از ایران، چند لحظه ای رو با هم دیگه خواهیم بود. آگهی